سلام علیکم. سلام شیر فرهاد. خوبیدی؟ تو خوبیدی؟ خوب. دلم چقدر برات تنگ شده بی شیر فرهاد. منم همینطور. آخه اینا دست درد نمکنه، برای من گل آورده بیدی. وای چقدر خوشگل بیدن. شیر فرهاد خودت خوبی؟ خوبم. آخه مامانت خوبه؟ خوبن. باباتون چطورن؟ خوبه. ابوام هم خوبه. آخه آقا کیانوش خوبن؟ همه خوبن دیگه، همه خوبن. تو خوب بیدی؟ منم خیلی خوبم. با شما که زندگی بد نباشه. اصلا با شما زندگی یه رنگ و گرمای دیگه ای داشته بیده شیر فرهاد. چقدر شما تازگی ها رنگتون پریده بید. چتون شده؟ نکنه سرما خورده بیدین؟ رنگ من پریده؟ آره خیلی. نکنه مشکلات خانوادگی و فشار اقتصادی و اینا به شما فشار آورده بید ها؟ نه شاید که ای من سرما و خوردم شاید. آخه الهی من و میرم براتون. خب شیر فرهاد چرا اینجوری نشسته بیدی؟ برو یه سر پیش دکتر، شاید خدای نکرده ویروسی چیزی افتاده بید به جونتون. حالا این ویروسی که علاوه گفته یعنی چه؟ نه بدونی ویروس یعنی چه؟ نه ببین ویروس یه چیزی که ویفته به جون آدم، آدمو از پا بندازه. خب البته ایجا هنوز نیومده بید، ولی خب تو شهر زیاد بید. میگم نکنه من با خودم از شهر آورده بیدم. ای ویروسی که تو با خودت آورده بیدی. یا ای گرفتم من. خاک و جوی. من با خودم از شهر آورده بیدم. و دانی ای ویروسی که به جان من افتاده چه ویروسی بیده؟ چه ویروسی؟ ای ویروس عشق. خدا نکشده چیر. ببین ناکس تو هم خوب بردی از خودت حرفای عشقولانه در بکنی. میخوای بازم حرفای ای عاشقانه بزنم که کفت و بره؟ بگو خیلی دوست دارم. بگو هم که بخوام برات انار و چینم. یه دقیقه ایجا بشین، من ایجا انار و چینم بایم. انار نماد عشق بیده برو. رسیدیم پیاده وحشو. ها پیاده وحشم؟ اینجا بشاره من پیاده وحشم. خب آیا اینجا تای خط خطی های بالا تپه همینجا وایسن ها. خطی چی بیچاره، حرف مو بزنی. من خر دربستی و گرفته منو وبر تو دم در خونه و یعنی موقع خر نخورده بیدم چرا دو نفر حساب بکنم که آه. بهش توی نوکنی ها. بهش توی نوکنم. حالا که وقتی رفتم این اداره خرونی ازش شکایت وکره، اون وقت بفهمیم. وقت پروانه ازت بگیر، اون وقت بفهمیم با مصاحبه چطور رفتار بکنی. حالا بهت لباس سربازی تنت بید و الا بهت وگفتم. حالا چیکار مثلا وقای وکنی؟ حالا بهت نشون بدم پروانه تو وگفتم وقت بهت نشون بدم. حالا ببینی لیلون خانم. چرا اینجوری اومدی مثل دی؟ بترسیدی؟ تو سربازی برگشتی؟ ها برگشتم. ببینم که دلت برای من تنگ بشده. من؟ نه من همینجوری اینجا نشسته بیدم. چی دلم برای شما تنگ شده بید؟ پس چرا وای اومدی اینجا نشستی؟ من اومده ای؟ نه من ندونستم شما بخوای بیای. دلت برای من تنگ شده وگو. نه دل من برای شما تنگ. بله نه ترس وگو حرف دلت رو بزن. وزن که دلت برای من تنگ شده واسه من ومیری. وگو این جمله رو همین الان واسه بسات عروسی بچیدم. پسر دایی من از شما خواهش بکنم فقط از اینجا دور بشو. من میخوام یه چند لحظه تنها باشم. احتیاج به سکوت دارم. چه حرفای خنده داری بزنی. پسر دایی از همینجا دور بشو. من میخوام تنها باشم. من نمزد مردم بیدم. خواهش بکنم نمزد مردم بیدم. نکنه این نوم زدت میده. بگیر.
خودت بگیر. نومزدت بید؟ نومزدش بیدم، یعنی شوهرش بیدم، امری باشه در خدمتیم. ببینم اینجا چیکار بکنه؟ اولا وقتی حرف خودت در و کنی او ورا نگاه نکن، من نگاه کن. بعدم ما زن و شوهر بیدیم. شوخی بکنی؟ مگر من با تو شوخی دارم مورچه بالدار؟ شیفه تو منو چی حساب وکری؟ فکر وکری من پپو گلابی بیدم؟ کجا ودیدی که این پایین برره وره نومزده بالا برره این وشه؟ روش بگیر ببین چه وگوهم. آره تو پپو گلابی بیدی، تو بیشتر از آنچه که فکر کنی پپو گلابی بیدی. اصلا تو خود گلابی بیدی، گلابی. نه بگو خوبه. گوش بگیر ببی چی بگوم، گلابی. الانم مزاحم یک زن و شوهر جوان نشو گلابی، پاشو برو پی زندگیت گلابی. دیگه اعصابمو خورد بکردی، خیلی وقت منتظر این لحظه بیدم که جلو این لیلون پر و بالاتو وچینم. حالا ببینی و یا جلو تو باید نشون بدم و یا ها. و گوهم لیلون خانم شما رو تا او برکن، این صحنه های خشونت ها میزه نبینی. الان بخوام پک و پالش وچینم. خواهش بکنم پسر دایی، خواهش بکنم بس کن بابا. من دیگه ما چند روزه که با هم نمزد بکردیم، من دیگه زن شیفر خودم، چی بخواید جونم؟ پشو برو دیگه. حالا این میوه خوری تا غلاف کن، برو پی زندگیت گلابی. گلابی خودت بیدی؟ من باورم نباشه، یعنی تو لیلون؟ من برا با همه بگم. شیفرها وگوهم این ور شهر به همه وگوه که ما با هم بودیم. وگوه ما رو با هم دیده، من میدونم این فضوله. ولش بکن، وخوام که یه جوک جدید از خودم در بکنم، یه جوک رومانتیک. وگو گوش بگیر، وگوان که یه بالا برره ای انار پوس میکند، بعد پوسش ها میخورد دانه هاش ها وریخ دور. لیلو گوش بگیر ببی چه بگوهم. بگوهم خدا کنه امشب توی مهمانی موات و بوات یه جوری رفتار بکنن که حرفی توش در نبیاد. نه تو از جانب خانواده من خاطرت جمع بید، تو فقط به موابوهای خودت وگو دست موابوهای من گزگ ندن. کجا بذاشتم پس من این که پیدا بک. همه جا ما که نمیدونستیم تو به این زودی بر وگردی. ما فکر بکردیم تو رفته بیدی تا دو سال دیگه. همه من نوزارم این عروسی سر بگیره حالا ببین، نوزارم این پایین برره برد این لیلون رو بگیره حالا ببین. کجا بیدی همه جان، کجا بیدی تو؟ اخ کرده بیدن تمام شده بود رفته بید. اخ کرده بیدن جشن عروسی بیدن برن سر خونه زندگیشون. عقد کرده بیدن پس من این شیفرها رو وکشتم تا داغش بمونه روی دل این لیلون. حالا ببین این کارو نبکنه، یه وقتی خاک بچوک تو حیف به تو نبید دستت آلوده بشه به یه خونه پایین برره ای. اصلا این کارو نبکنی، این همه دختر تو برره زیاد بید. تو هر کدوم انتخاب وکنی خودم برم برات خواسته. نه من فقط لیلون رو بخوام حالا بشد، وگرنه سر بذارم به بیابون. سر بذاری به بیابون؟ ودونی که فراری محسوب بشی اضافه خدمت بخوری، اینو ودانی؟ راست بگوی من چی کار بکنم؟ حالا بشد، حالا درست بشد. نه چه فراوان بی تو این دنیا دختر، به هر دختر شما دست به گذاره نبگوهت. نه نه اینجوری هم نبید. ای بابا چه اینجوری هم نبید؟ سر چرت پلا بگوی الان بخوای امتحان بکنه. امتحان بکن ببینم چی بشه. من بخوای امتحان بکن. دفنه خانم، دفنه خانم با من بیدی؟ بله ببخشید مزاحم شدم. شما حاضر بیدی به همسر یا آقای دو برره در ویایی؟ خاک بچوک صد سال.
این چی و گفت مثلا؟ آها این فهمیده چی و گفته؟ این از افعال معکوس به کار برده میگن. من نفهم، من نفهم افعال معکوس هم نفهم، من فقط به لیلون علاقه داشته میدم. بابا این لیلون چی و داشته؟ چطور اینقدر خوش پیدا؟ اون از راه رفترش، اون از زندگیش، اون از دماغش، اون از گفتارش. آخه چی بخوای؟ بیا همین بلقیس واسط بگیریم تمومش کن. بلقیس خانم، بلقیس خانم ببخشید، خیلی معذرت میخوام. شما حاضر بودی که به همسری آقای دوبرره در ویایی؟ وا من اگه ومیرم حاضر نیستم زن همچین چورمنگ چتمخی بشم. دیدی؟ میگم ببین تو چقدر بین زنها محبوب بیدی ها. من از بچگی همین جور بیدم، خیلی دوست داشتنی بیدم، همه من از من خوششون ویاد. پاک بر سرت پس چه مرجت بیداخل؟ آه میخواد راستش ازم بهت ویگم؟ بگو ببینم چیه، بگو. من ازم به لیلون هیچ علاقه نداشته بیدم، من هشت تبل گوبه شدم. هشتم نگوبه شدم هشتم شبه ده. اه فرها که خیلی خوش بگذشت، یک نوم زدن کتک حسابی و خوردم. کتک شیر فرهاد، من این جشن عروسی رو برمالونم، حالا فهمیدی؟ من بکشم به حالا فهمیدی؟ دو برنی این راهش نبید، راه دیگه باید پیدا بکنی. راهش همین بید، راهش چی بدون وقت مثلا؟ پش بکن، راه دیگه باید پیدا بکنی. ها باید یه فکر دیگه بکنی. وای وای جماعی. خب یاور جان، اینم کارت عروسی خدمت شما. بگی بده به من. جناب یاور توغرل، در ضمن باید اعلام بکنم که از این به بعد این دو برره جز ابواب جمعی ژاندارمری برره هستم. یه کارتم به این بدبخت بینوا بدین. جناب یاور خیلی ببخشید، البته مرحوم فرمودن که پایین کارت از کودکان عزیز در موقع مناسبی پذیرایی بشه. یاور جان، این آقای دوبرره برادرزاده خانوم بنده هستن، خودشون از طرف ما دعوت هستن. من ومیرم پامو تو اون عروسی نبذارم، اگر موقع ختمی چیزی بشه من حتما صدا بکنم آقا رو. بشین سر جد. من اینجا طبیله هستم، اینجا فقط طغرل حق داره سر بقیه داد بزنم، مفهوم شد؟ یک دفعه دیگم تهمت اعتیاد بزنی به پرسنل ژاندارمری میندازم تو حبس. ها شما ببخشید آور جان، پس ما شب جمعه منتظریم. بلندشو بریم آقا. کجا؟ من که هنوز مجوز عروسی رو ندادم که. مگه عروسی مجوز و خود یاور؟ تو برادر اگه بخوای عطسم بکن حتما باید مجوز بگیریم. چقدر میشه؟ چیکار باید بکنیم؟ باید برای مجوز عروسی برای ثبتش ابتداءً 20 تومن بدی. این یک. خب بده بریم دیگه، قالب بکن. عروسی دختر تو بید، من پول بدم. من حرف ندارم پولشو بدم، اما داماد باید این هزینه ها رو بده. این حرفای میزنه. دو، شناسنامه عروس و داماد. سه، گواهی عدم اعتیاد داماد. چی؟ یعنی تایید دکتر رسیده باشه. گواهی عدم چی؟ اعتیاد. بچه شما اگه معتاد باشن نمیتونه ازدواج بکنم، باید بری دکتر آزمایش بده، اگر معتاد نبود بعد من مجوز میدم. چی نگوی یاور؟ شیر فرهاد من معتاد باشه؟ تو برانه فقط یک نفر معتاد بید که همه اهالی و اشناسنش. یاور تورولین داره به پرسنل ژاندارمری توهین نکن، بندازم به تو زندون. نه لازم نکنم. تو هم دهنتو ببند دیگه نظام. بس دیگه، پاشو برو از گواهی عدم اعتیاد بچه تو بگی بردار بیار، وگرنه عروسی بی عروسی. بریم. بعدو شش جیگر آه کیانوش، دست در نکنه، تو زحمت افتاده بیدیا. بنویس داریوش بارشنیکوف برره و منزل. بله. عجیبه، چقدر این اسامی برره‌ای من رو یاد اسامی روسی میندازه. تو مگه نمیدونی در زمانهای قدیم روسیه جز برره بوده؟ روسیه مال برره بوده. در زمانهای خیلی قدیم برره خیلی گسترده بوده.
سالار خان راست میگه، روسیه اصلا جز به خاک برره. واه چی بوهای منو اذیت بکرده بیت. آه احساساتی نباش و کسی با بوها کاری نبدار. ونیویس ونیویس دکتر جکور و خانواده. آقا کیانوش ملیجک بره روت آبچنار و موها. آها خوب شد یادم افتاد. تغرل از طرف ما دعوت نکنم. ببخشید شادونه خانم، ما کارت آقا تغرل رو صبح بفرستادیم خدمتش. خیلی چل رنگ بدین شما. بله وگم دست شما درد نکنه، ما همه زحمتامون در گردن شما بیدیگه. الان کی مونده؟ دیگه گریگوری نوگین دیگه. آقا بلقیس خانم. تو چرا یاد بلقیس وی افتادی ها؟ همینجوری؟ این همه آدم اینجا بید، تو چرا یادش وی افتادی؟ میلام همینجوری. خجالت نکشید، موقع عروسیه داره کارت عروسی ناسلامتی برمیستین، شغل نداره. کسی به بوها کاری نداره، تو احساساتی نباشو. کسی اقلم نیفتاده؟ نه دیگه شد 90 نفر. جمعیت برره که 91 نفر بیر، اون یه نفر چی بشه؟ دو برره. ببخشید دو برره رو بنویسم کارت براتون. البته دو برره گفته من به هیچ وجه پامو تو این عروسی نمیذارم. آره چرا من بیام؟ منو ببخشی فرهاد، من خیلی بد جنس میدم، در حق تو خیلی بدی ور کردم، منو ببخشید، خواهش میکنم، من خیلی شرمنده بیدم. بمیرم چه سعدی احساسات برنگی زننده ای بید. با خودم بگفتم که بابا زندگی ارزش این همه حرف نداشته بید، که اون چیزی که در نهایت ومونه این دوستی ها بید. به قول شاعر وگفته که از محبت گلها نخود و شود گرد و شود، یه همچه چیزی. با کلا تو با این کار درس بزرگی به همه ما. خواهش بکنم. حالا مثلا این چه درسی به ما داد؟ درسی که به ما داد این بود که دلهامونو از کینه خالی بکنیم و به هم مهر ببریم. و گوام شیر فرهاد از من وشنوی این چرمنگ کاسه زیر نیم کاسهش بیدیم. تو بی خود به همه مشکوکی، قیافشا نگاه و کچقم مهربان بیدیم. من به باز این آشتی برم برای همه توی چایی نخود بریزم. همه مگه من وزادم شما برید چایی بریم، من خودم بخوام تو عروضی شیر فرهاد لیلو خودم چایی دم بکنم، بخوام حسنیان از خودم در بکنم. من مهربون شدم. بچه روح بزرگی داشته بید این دوبرره. بچه نمال کت و کولم در نگرفت. دست در نمکنه. آره این کمترین کاری بید که من بتونم در حق شما انجام بدم. الان مهربون با اخلاق اصلا خیلی خوب بیدم. من بردم چیز دیگه واسد بریزم. حال و یای گردن خود علا. معلوم وشد اینجا خنده شیطانی در بکن. حالا وی اومدم شیر فرها. دست در نمکنه امه جان، این چایی خوردن داشته بید. خواهش بکنم خجالتم نبدید. بفرما امه جان، چرا رسم و رسوم رو اشتباه بکردی؟ اول بزرگترا. راست بگوه اول خانم ها. اول خانم ها راست بگوی. با اجازه بفرم. این اجازه بعدی بده. خواهش بکن. حالا بعد همون بعد خواهش بکن. بفرم امه شاخی دردن. چه من چای دادم بید
بفرمایید شما. بفرمایید. شما بفرمایید. سلام خانم. بفرمایید. بفرمایید. نه اجازه بدید. ها این یکی. خواهش می‌کنم. چی می‌کنی؟ تو رو چه ور داشتی؟ چی بدونی؟ هیچی. داشتیم دیگه. گوشی جا. بفرمایید. دست شما درد نمیکنه. سلام نظام جان دستت درد نکنه. خیلی چاییم. بله خیلی زمانه. حالا یه ماجره این برد. تو چرا اینجوری شدی؟ خوشمزه بیچاری ها. چقدر یه اون من فهمیدم چقدر تو رو دوست داشتم بیدم جیگر. سالار خان چرا اینجوری شدی تو یه ها حرف بزنی برم چوبت بزنن ها. بی سالار خان شما چرا همچی بشیدی؟ مگوام شادونه راستی خوب بودی ها. حالا بخوام به این افتخارت یک شعری از خودم در بکنم. گوش بکنید. نرگس گلا آخ آخ، یاسمن گلا آخ آخ. ای خدا منو برکتی داره از جمعه. ولی نه چه شعر قشنگی بید نه یاسمن گلا. بو از که تو حالا طبع شعر پیدا بکرده. منم نبدانم. حالا بخوام براتون حرکات موزون در بکنم. گوش بکنید، نگاه بکنید. نرگس گلا آه آه گلا آه آه سنبال گلا آه زهر ما رو بوا یکی بار قلقلق بده. من برم یه چایی دیگه بریزم و یا ملان یکی باست دیگه بیشی فرد آه گرد نخود اعلا باست بریزم. کسی دیگه نبداره آخه. ها بفرما چای بریختم برو. این چای لیوانی بازت بریختم. استکان برداری خجالت دادی. خواهش بکنم. بگوام شادون خانم شما پایین برریام عجب رسم و رسومی داشته بیدید. این مرد خجالت و کیش بشین چرا اینجور نکنه آبینو ببریف. واو زهر مار یه بار دیگه به من بگویی موها همچین وزنم تو دهن نرقود. من چای پر رنگ نبخورم. چی بگوی چای پر رنگ نبخور. تمام خاصیت چایی به پر رنگیش بید نخور. نه من اینه دوست نبداره. چایی پر رنگ بدش من. نه اینه بده به سردار. شما نبخور. چای کم رنگ بخواد شیر فرهاد. سردار خان، سردار خان، وگم هم خیلی بد بیدایی خورده سنگین باش. شاه شهر شاه خانم سنگین که فیل بود که.
چایی بخور. بخور چایی. دست درد نمیکنه. ای چایی و ای چایی بردار. ای ها ها همین چایی بردار. کم رنگ بیده خوب بیده مفید. این نه شیر فر ها اونو بزا سر جاش. اه ها ببخش اینو بزایش اونو اینو بردار. نه ای یکی ای چایی که این فرق میکنه. نه ای یکی ای ومیری هر کدومو بخوای بردار. این قاطی و کردم دست درد نمیده. همون بی نمیده هر کدوم برمیده. موشه جا نفرمان اون چایی بیرید اون چایی رو دیگه بردار سر بشید بردار تشکر بفرما برو تو. یه چی کار باید بکنیم؟ نمونه تو بریز اون تو دیگه. این نمونه که گفتی یعنی چه؟ آه بیا. ها گرفتم الاچی رو. دیگه چه مرگت بی؟ یا بگی اینجا چی میگه؟ من اینجا نشستم تقلب نکنی نمونه رو عوض نکنی. و یا بیرون میز رو شکستی اوور. زندگی برو با هم رکتم حالا این پرده را بزن کنار. دمون باشو. آیا این وگوان چایی خاک و چوک مثبت. یاور طغرل بفرمایید این سجل عروس و دوما. این عقدنامه. اینم در واقع تعهدنامه ای که پدر داماد و پدر عروس امضا کردن. هزینه صدور مجوز هم که قبلا پرداخت کردیم. بی‌زحمت این مجوز رو صادر کنید. می‌خوایم بریم مزاحمتون نشیم دیگه کار داریم. بذارید برگه آزمایشگاه بیاد بعدن. ای بابا دی خیلی دارین شما سخت می‌گیرید. آخه اصلا به این هیکل میاد معتاد باشه؟ گردنشو تبر نمی‌زنه ماشاءالله. شما به من بگو به این هیکل میاد معتاد باشه. نه اصلا. ولی هست معتاده. قربان جواب آزمایش شیفرها. برو بیرون. اطاعت کن. طبق این آزمایش جواب آزمایش شیرفرهاد مثبت می باشه. باز چی می خندین؟ مثبت بی دیگه. اصلا این از بچه که مثبت بی. اصلا مثبت می دونی یعنی چی؟ یعنی معتاد.
ممنون آقا کیانوش. اگر مثبت یعنی معتاد، اون وقت منفی یعنی چی؟ شما اجازه بدین یاور جان، حتما اشتباهی شده. من به شما قول میدم در این آزمایش اشتباهی شده، ایشون معتاد نیست. بله مازمالی بکنی معتاد بی دیگه واقعا فقط مازمالی بکنه ببینی آخه بس باشه. من تو این وضعی مرتی معتاد بشه سجاد تبلا اینجا. اجازه بدین من یه قولی به شما میدم یاور جان، من مطمئنم که شیر فرهاد معتادی در این مدتی که من باهاش بودم، مطمئنم که یک بار هم که شده مواد مخدر استفاده نکرده. خورخوتر شاید شبا استفاده میکنه، تو که شبا پیشش نیستی که. اتفاقا این شبا پلومنه، همه میدونن، همون شبا رو میگم اصلا این مواد مخدر استفاده نکرده. من به شما قول میدم یا برجان، ما هرچی باشه چی باید دست این بکشیم. از قدیم گفتن امان از رفیق ناباب. به من چه آقا، به من مگه من مواد پخشونه برارم؟ به من چه ربطی داره؟ آقا جان اینجا بحث نکنید، دعوای خانوادگی رو بذاریم بیرون. توی طبق آزمایش بچه شما معتاده، معتاده دیگه. آقا به شما بنده میگم، قول میدم که معتاد نیست. اصلا چی داری میگی؟ من اصلا به خود تو هم مشکوک هستم، باید بری آزمایش بدی. به من چه ربطی داره آقا؟ اصلا مگه من شبیه معتادم؟ آقا جان طبق این آزمایش این کتکلا معتاده، مجوز عروسی هم به معتاد دادن نمیشه، تمام شده رفت. یاور جان ببین، من اصلا دخترمو به آدم معتاد نمیدم، اگه میخواستم بدم که میدادم به این دوبرره کله پوکه. سالار سردار جون اشتباه شد، بشینی من میام. سردار جون خاک بر سرت معتادت بکنن، پا تو بذاری تو خونه قلم با تو خورد بکنم، خورد بکنم، اصلا خودم هم خورد بکنم. اینو نگاه کن، پاشو برو تو برش اینجا نشستی. یاور تقلو وقعی بندازنش تو بازداشگاه ها، معتاد بید دیگه جیگر لازم نکرده، بنداز بیرون، بیرون از جاندارمری بنداز. این نکبت کتکله شمپیت آخه چطور ممکن بید شیر فرهاد با اون همه صداقتیش اون یله برر است؟ من باور نمیکنم. شیر خانم باور نمیکنم. بفرمایید مثبته یعنی معتاده. این سالار خان اینا چه وگوه؟ راست وگوه؟ چه وگوه هم؟ ها حسنه داری؟ آی کچون من ببینم، ببینم پسرکم شیر فرهادم. آه من میگم زود قضاوت نکنید، شاید اشتباهی شده باشه. آخه یک آزمایش که ملاک نیست. چند تا آزمایش ملاکه؟ بی خودی ماسمالیش نکن آقا کیانوش. من خدمت شما بگم این عروسی منتفیه. وای نه خدا پدر یاور طغرل رو بیامرزه که گفت آزمایش اعتیاد بگیر. دختر داشتین دست دستی خودو بدبخت بکردی. نه 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 من مطمئن بیدم، هنوزم مطمئن بیدم شیر فرهاد تقصیر نداره، بابا معتادش کردن. مگه بفهمم که دعاشم معتاد و کرده تک تک کش و کن. آقا کیانوف الهی ذلیل ببینی، تو شوهر منو معتاد و کردی، تو کردی. خانم به من چه؟ مگه بنده پخش کننده مواد تو برره هم هرچی میشه میندازی گردن من؟ آقا من به شما بگم، تو اصل قضیه ایش فرقی نمی کنه، چه معتادش کرده باشن چه خودش این گند کثافت بالا آورده باشه، هیچ فرق نمی کنه، این عروسی منتفیه. ای من میرم شاخشم شاشا، ما واقعا از روی شما شرمنده بیدیم. چه فایده داشته بید شرمندگی شما؟ اسم رو دختر ما وزاشتید، خواستگاره خوب رد بکردیم، این همه هم مهمون دعوت بکردیم برای عروسی ها. حالا تازه اونا رو بگو اون مخارجی که بنده کردم 4700 تومن فقط دادم، این شازده رو تو هلوفتونی در آوردم. ما خودمان به اندازه کافی قصه دار بیدیم. سردار خان شما نوخواد نمک به زخم ما بپاشید، عروسی هم منتفی و شد خلاص. خدمت شما سرخانس خانم بگم، خیلی هم فرق میکنه، من تا یهیشه آخر این مهریه رو از این شیر فرهاد از قول بومش میکشم بیرون. آره میبینی بریم از قول منم بهش بگویید مردشون رو قیافت رو ببرن. شادر جون فقط از طرف من بهش بگو خیلی پستی، خیلی نامرد بیدی، بگو خلایق هرچه لایق، لایق کش کدوه، بهش بگویید. برا دیگه اومدم. شیر فرهاد جان سلام علیکم، خانواده خانومتون یه چند تا پیغام دادن که ما خدمتتون بگیم. به جان بوا من معتاد نبیدم. البته سرناز میگم که شیر فرهاد اینقدر اعتیاد شدید نیست که در واقع بخواد. تو ماسمالی نمکن، ماسمال بده خودش تصیب بگیره، گور به گور بشه. من ترک بکنم. گوش نکنی، همینطور باید بمونه تا ترک فکنه. من که ایجوری ومونم که گشنگی و تشنگی ومیرم،
خب زندگی را ترک بکنم نه اعتیادم. به درک، به درک، لای بمیری اون موقعی که وزدی، حال و کردی، نشبه شدی، با تو فکر الان و کردی. بابا این راهش نیست، خیلی غلطه این راهی که ایشون باید اول ذهنشون پاک شه. اول یک معتاد باید به لحاظ روانی ترک بکنه، بعد به سراغ ترک جسمانی بچشه. تو اینا رو از کجا و دنیا ها نکنه قبلا خودت معتاد دیدی ترک بکردی. بابا چرا الکی آخه داری گیر میدی؟ من نمیدونم، من دارم الان راهنمایی میکنم، میگم این راهایی که داریم میرین غلطه. این روزها برای ترک اعتیاد و اینا یه چیزایی مثل دارو اومده، قرص اومده، شربت اومده، اینا رو میخورن. خب بعد چیز میکنن اینا رو میخورن، بعد این سم از بدن خارج میشه سمش، بعد تازه اگر از لحاظ روانی باشه. تو خودت با قرص ترک و کردی یا شربت؟ من با درخت ترک کردم. چی میگه این؟ من دارم کمکش میکنم، میگه با قرص ترک کردی. آقا کیانوش بیادبیه ها، خیلی ببخشین، شما چرا انقدر خودتون رو وقارونی؟ نمیدونم، مثل که به یه چیز اینجا حساسیت دارم. چرا قبلا حساسیت نداشتی؟ الان خارش و گرفتی ها؟ من فکر میکنم به خاطر اینکه یه دو سه روز من حموم نرفتم. صبر کن منم نگاه بگو کنم ببینم نکنه نشبیدی؟ نه چرک بیدم جیگر. ما وگوام بریم اینا آزمایش بکنیم. حتما من ازی و گرفتم. من یادم نه و یا تا حالا تو عمرم گردن و خود کشیده باشم. چرا گوش نکنی؟ بابا منو باز کن، این حرکات یعنی چی آخه؟ یو اینقدر اینجا و مانیتور اعتیاد اصلا در بشد معتاد بی خاصیت. بچه منم همین معتاد کرده ها، همین معتاد. مامان شما که خوب بوندین چرا این حرفا میزنین؟ من کی اصلا خودم معتاد بودم که یکی دیگر رو معتاد کنم؟ بس برم یه چوبی بزنم به این رفیق ناباب. از قدیم گفتن امون از رفیق ناباب. نه بو و گوان که معتاد مجرم نبید، بیمار بید. اینو راست بگو. خب ما پشیم بریم نهار بخوریم دیگه. ببخشید با اجازه منو باز هم کنیم. قبول نبخور، همینجا وایسا، این آدم ترک بکن که از دست این بقیه راحت میشم. من باز چی اینجا موندم؟ به دلیل اینکه اخیراً بین مردان برره‌ای مورد اعتیاد دیده شده، شما خانم های برره‌ای موظف هستین، یعنی وظیفه دارین که تحت آموزش قرار بگیرین برای این که اعتیاد توی برره شیوع پیدا نکنه. آقای دکتر بفرمایید. آدم معتاد و وحش از یک سری علائم ظاهری تشخیص بدار. این علائم ظاهری رو من به شما بگویم تا اگه تو شوهراتون یا بواتون یا برادراتون وددین بیارینش آزمایشگاه تا من ازشون تست اعتیاد بگیرم. خب اگه نوی اومدن چه کار بکنیم؟ یکی بگو یا؟ بله؟ اگه نوی اومدن چه کارشون بکنیم؟ شما به ما معرفی کنید، ما به زور میبریمشون. بله. مامتا گوش بگیرین، اگه مرداتون آزمایششان مثبت بید و یارینشان پیش ما، ما اینجا کلینیکشان رو بزنیم. سر ناز باشید، ببینیم آقای دکتر چی بگوه. بفرمایید آقای دکتر. تو چرا اینقدر خمیازه بکشی من؟ کسل بیدم، خوابم بایو. بی وسط روز چه وقت خوابی؟ دیشب هر کار کردم نه با خوابیدم، همش تو فکر شیفراتونه. پاشو تو باید آزمایش اعتیاد بدی. پاشو. چرا حرفمو واسه خودت در بکنی؟ من هوشیار میدم. با پای خودت بری یا ژاندارم خبر بکنم. سلام علیکم، صبح شما بخیر شاخ شمشاد خانوم. آقا کجا تشریف داشته بیدن؟ گلاب بهتون دستشویی بودن. نیم ساعت تو دستشویی چی کار بکردی؟ دیگه پاشو بریم آزمایش. پاشو. بله؟ ها وگو هم چت بید؟ کمان هم سرما خورده بیدم. سرما بخوردی؟ وگو هم تنت هم درد بکنه؟ ها کمان هم آنفلانزا گرفته بیدم. بلند وشو، بلند وشو بریم آزمایش. نکبت بدبخت معتاد، بلند وشو. بعدی نفر بعد برو یه بری برو تو یه بری برو یلا.
بعدی نجوم سرجو خواه؟ بله قربون امروز یک جورایی نیست ده اینجا چرا قربون؟ همچنین یک نموره مشکوک میزنه قربان مردای برره ای همه از دم معتاد از آب در آمدن بله خاله کجا هستن؟ الان هم زناشون بستن به تق که ترکشون بدن همه اگه معتادن؟ آره پدر سوخته ها لاتکای گردیم شمپه ها بیمذبی قربان میگم شما موافقیم که به زور متوسل بشین؟ نه لازم نکرده این ضعیف ها خودشون بلن از پس هم دیگه بر بیان یا بریم پیشوی دکتر رو بریم چه غلطی داره میکنه با این آزمایش هاش اطاق قربان بفرمایی هایی منفی یعنی منها ها این هم مهر منفی همشان کتا 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 شون پیتا چرمه تو دکتری؟ تو بیتاره میستی؟ بابا تقصیر من نبید اینا در تست بی به من نه کتا میدم در مطبه تو رو گل بگیرن اصلا چی بشده؟ در سر تا سر مملکت برانه یک آدم پیدا نمیشه آدم آقا برداشه با کاغذ و تست و حاملگی آزمایش اعتیاد بر من ثبت کرده بابا تقصیر من نبید رو کاغذ بشه و تست نبکن تست اعتیاد بید به من نه کتا مردشون رو هیکل تا ببرن مردشون ابرویت رو برن این فرش باکس میبینن ببین تو هم حقیت هم گیر وردی به من خوبه این وگو خوب آخه شمپت مگه میشه مرد تست حامل اگه سب بشه دیوانه سرجی خواه هنو قربان او اصلا هرم دمن که اینه یا خلاصش بکنم یا این از رو چشمان بردار ببن خب شو بری برون شمپت چرمه آیا مردم این سوال بازم پیش بیومد یعنی همه آزمایشات غلط میده بله همه غلط بید ها غلط بید غلط بید آزمایش ها غلط بید ازدواج لیلون و شیرفه یعنی با هم ازدواج بکنم من یا تو چه برگتا؟ یه ادابازیه چی از خود درمیاری؟ خاک و چون خاک و چون ای خدا این حکمت خلق این موجودات کتکله شمپت چرمت خلموک خلقت اینا حکمتشون چی بیده من نمیفهمم چی نشده شیرفرهاد نان رفتیم این مراسم نومزدنگ دوباره آره ایراد نداره دیگه شکر خدا دیگه این آخریش بود فردا عروسی میکنه دیگه از این نومزدنگ راحت میشه دلت میادی حرفا بزنی خوشتری دوران زندگی همین دوران نومزدنگه ها کاش تمام نبشد ولی دیگه تمام بشد فردا عروسی میده دیگه ها گوش بگیر نظام فردا توی عروسی و بینمت کل سماور و بساط چای و اینا به عهده تو آوریم همه چای نو خود مهمان من بیدن به حساب کیانوش ها 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 سلام سلام زهر ما راست وگه من جواب آزمایش اشتباهی بر شده آزمایش منو بدیدی آخش خیالم راحت بر شد مونده بودم جواب به اموامو چی بده خداحافظ خداحافظ